افزایش قیمت مواد غذایی، بیکار شدن صدها هزار نفر به شمول زنان، افزایش سهم اقتصاد غیرقانونی و تشدید بحران نقدینگی. این تنها بخشی از یافته های گزارش تازه برنامه انکشافی ملل متحد در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان در طول یک سال گذشته است. در این گزارش که روز چهارشنبه نشر شد آمده، که پس از به قدرت رسیدن طالبان وضعیت اقتصادی افغانستان بدتر شده و در طول یک سال گذشته افغانستان دستاوردهای اقتصادی ده ساله خود را از دست داده است. بر اساس یافته این گزارش قیمت مواد غذایی محدوده که برای جلوگیری از فقر غذایی نیاز است از اگست سال 2021 تا اکنون 35 درصد افزایش یافته است. گزارش می افزاید که تا واسط سال 2022 نزدیک به 700 هزار نفر در افغانستان کار خود را از دست داد. این گزارش دریافت که بسیاری زنان در وزارت خانه ها و نهادهای دولتی نیز کارهایشان را در طول یک سال گذشته از دست داده و پس از وضع محدودیت بر آموزش مکاتب متوسطه و لیسه دختران بیش از 14 هزار کارمند زن وزارت معرف بیکار شده است. دوازده ماه گذشته بارانهای های روزافزون را در افغانستان با خود آورده از وضعیت وجل بشری کوچک شدن شدید اقتصاد فرد شدن نظام باگداری و مالی مانع شدن دختران از دسترسی به مکتب متوسطه و لیسه و همچنان وضعیت ممنوعیت برگشت و گذار و اشتراک زنان در اقتصاد برنامه انکشافی ملل متحد پیش بینی کرده که مال محدودیت بر کار زنان می تواند یک میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان ضربه بزند که این رقم حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است ملل متحد گفته که در کنار سایر عوامل وابستگی شدید افغانستان به کمک های بین المللی و واردات در طول دو دهه اخیر عدم ایجاد صنایع و نبود رقابت پذیری و همچنان تحرک و اتصال محدود منطقی سبب جلوگیری رشد اقتصادی افغانستان شده است. برنامه انکشافی ملل متحد هشدار داده که از اگست سال 2021 تا اکنون حدود 20 میلیون نفر در افغانستان با سطح بلند عدم مسئولیت غذایی مواجه بوده و کودکان زیر سن پنج سال به ویژه در مناطق جنوب افغانستان با تهدید جدی سوی تغذیه شدید روبرو هند. ما باید با افغانها از طریق برنامه آبادی در جریان زمستان پیشرو کمک کنیم برنامه ای که هدف آن حمایت از دو میلیون نفر از طریق فراهم کردن معیشت و فرصتهای کاری در دو سال آینده است و روی گروه های آسیب پذیر چون زنان کارآفرین و جوانان تمرکز دارد برنامه انکشافی ملل متحد همچنان هشدار داده که کمک های بشر دوستانه به تنهایی نمی تواند بحران اقتصادی افغانستان را حل کند این نهاد ملل متحد زمنان که خواستار حل فوری موضوع زخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان شده موفزوده که با توجه به عدم توانایی حکومت طالبان در چاپ بانک جدید حتی رها شدن زخایر ارزی بانک مرکزی نمیتواند، بحران نقدینگی را در دراز مدت حل کند. اینها با چند لحاظ نمیتونه که پول چاپ کنه و یکی که مسئله تازیرات با بانک مرکزی است بانک مرکزی استقلالیت خود نداره و سیومی که این پول کافی در زخیر موجود نیست که پشتوانه درست برای چاپ پول دگه شود تمام این توانی ها منجر به میشه که اقتصاد افغانستان با مشکل نقدینگی دوچار است برنامه انکشافی ملل متحد خواستار از سرگیری معاملات بین المللی مالی در افغانستان شده و گفته که حکومت طالبان مسئول معیشیت و رفای مردم افغانستان و ایجاد یک حکومت همشمول در این کشور است. میرویس رحمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن دی سی